سلام، خوش اومدید به کلاس درس. خب، یک مرور سریع من بکنم که ما تا الان چی گفتیم و چه چیزهایی رو بررسی کردیم. ما اول از همه اومدیم با هم دیدیم که آهنربا چی هست و دیدیم همه اجسام خاصیت آهنربایی دارن. هر خاصیت آهنربایی با یک قطب شمال و یک قطب جنوب مشخص میشه و آهنربا در اطراف خودش یک خاصیتی به نام میدان مغناطیسی پدید میاره که این میدان مغناطیسی این ویژگی رو داره که اگر من یک بار متحرک رو در اون میدان قرار بدم، نیروی F به اندازه بار ضرب در ضرب خارجی سرعت و میدان برش وارد میشه. اینها رو ما در جلسات قبل با هم دیدیم و همچنین این چه F عجیبی من اینجا نوشتم، همچنین با هم دیدیم که اگر یک سیم حامل جریان هم ما در یک میدان مغناطیسی داشته باشیم، به یک قطعه به طور L از این سیم نیروی به اندازه I ضرب در ضرب خارجی L و میدان وارد میشه. یعنی اگر این قطعه طولش مثلا L باشه، این نیرو برش وارد میشه. حالا اینا رو میتونید برید در ویدئوهای قبل خودتون ببینید. به طور خلاصه چیزی که ما اینجا دیدیم این بود که میدان مغناطیسی بر سیم حامل جریان یا در حقیقت بر بار متحرک نیرو وارد میکند. حالا امروز میخواییم با همدیگه در این ویدئو یک چیز برعکس رو ببینیم و معنی برعکس رو وقتی که من توضیح بدم میخواییم با همچی رو تحلیل بکنیم متوجه خواهید شد. آقای اورستد که یک دانشمند معروف فیزیک هست، یک بار یک همچین آزمایشی کرد. یعنی یک صفحه اینجا داشت و اومد دید که اگر یک سیم حامل جریانی بیاد عمود بر این صفحه عبور بکنه و بعد من یک عقربه مغناطیسی رو بیام اینجا صفحه قرار بدم، این عقربه سمت شمالش اینجا قرار میگیره و سمت جنوبش اینجا، یعنی من در هر جهتی قرار بدم این اتفاق برای اون عقربه میفته و اگر مثلا اینجا قرار بدم اینجوری میشه، یعنی شمال اینجا میشه جنوب اینجا، یا اگه اینجا قرار بدم یک همچین حالتی میشه شمال اینجا میشه جنوب اینجا. و اومد این رو مشاهده کرد. البته یک نکته خیلی مهمی که من فکر کنم مثلا اینجا جاش باشه که بگم اینه که اینجوری نبود که بره تصادفاً اینو مشاهده بکنه. یعنی ما یک بدآموزی خیلی بدی که این داستان آقای نیوتن برای ما داره اینه که ما همه فکر میکنیم که بله یک درختی بود، یک سیبی اینجا بود و یک آقای نیوتن این پایین نشسته بود و سیب تالاپ افتاد پایین خورد تو سر آقای نیوتن، آقای نیوتن شد سه تا قانون نیوتن رو کشف کرد و و و و. اما داستان واقعا به این سادگی نبود. خیلی وقت‌های پیش از آقای نیوتن هم آدم‌های زیادی، اصلا شاید هم خانواده های زیادی به این شکل زیر این درخته نشسته بودن و سیب هم افتاده بود تالاپ روی سرشون، اما هیچ کدوم از خودشون نپرسیده بودن چرا. و تفاوت نیوتن با همه ی آدم های قبل از خودش در این بود که از خودش پرسید چرا. خب و من این چیزیه که خودم در دبیرستان که هیچی در دانشگاه هم نفهمیدم تا الان که اومدم حالا دانشجوی دکترا شدم و خیلی خیلی دوست دارم اینو در طول همه ویدئوهایی که بهتون درس میدم شما از من اینو به یادگار داشته باشید که لطفاً از خودتون بپرسید چرا. در هر پدیده‌ای که مشاهده میکنید، هر باوری که دارید، هر کاری که میکنید از خودتون این چرا رو بپرسید. آقای اورستد هم وقتی که این رو دید از خودش پرسید خب چرا، و این چرا رو مثل آقای نیوتن اومد با قانونمندی حل کرد. یعنی گفت من باید یک سری قانون پیدا بکنم که توصیف بکنه که چرا داره این اتفاق میفته. و آقای اورستد برای پیدا کردن این قانون اومد یک سری آزمایش انجام داد. مثلا اومد این جریانی که در این سیم بود رو دو برابر کرد و به این نتیجه رسید که شدت این میدان مغناطیسی که اینجا هست دو برابر شد. پس با خودش گفت خب پس جریان متناسب هست با میدان مغناطیسی، در حقیقت اندازه این میدان متناسب است با جریان. البته من نگفتم اول
که اول از همه آقای اورستد از این پدیده عقربه مغناطیسی فهمید که یک میدان مغناطیسی روی این صفحه تشکیل میشه و حالا میخواست اندازه این میدان رو حساب کنه و دید خب اول از همه میدان مغناطیسی با جریان متناسبه و بعد دید که میدان مغناطیسی ما با 1 به فاصله هم متناسبه. یعنی مگه من اینجا اندازه بگیرم یا بیام اینجا اندازه بگیرم، یعنی این آر باشه این دو آر باشه، میدان در این نقطه دوم نصفه، یعنی هرچی فاصله بیشتر بشه میدان ضعیف‌تر میشه. و در نتیجه آقای اورستد نتیجه گرفت که میدان مغناطیسی برابر هست با یک ثابتی ضرب در جریان تقسیم بر فاصله، که خب واحد جریان آمپره، واحد فاصله متره، واحد میدان تسلاه. و این ثابت که اندازش بود 2 ضرب در 10 به توان -7، این رو با آزمایش کردن به دست آورد، اومد به این شکل نوشت این ثابت رو، که البته بعدها آقای مایکل فارادی همین رو تکمیل کرد، فکر کنم فارادی اصلا به این شکل نوشت، نوشت میوسف تقسیم بر 2π، که این میوسف در نتیجه بود 4π ضرب در 10 به توان -7، که میوسف تقسیم بر 2π بشه این ثابت. و اسم این میوسف تقسیم بر 2π که در ویدئوی بعد میبینیم که چرا ما به این شکل اصلا نوشتیم و مستقیم این عدد رو نذاشتیم، اسم این میوسف تقسیم بر 2π هست تراوایی مغناطیسی خلع. یعنی اگر کنار این سیم حامل جریان خلع باشه این اتفاق میفته، اگر کنارش آهن باشه فرق. و این پس شد میوسف تقسیم بر 2π ضرب در آی تقسیم بر آر. خب ما الان تونستیم اندازه میدان مغناطیسی ناشی از سیم حامل جریان رو حساب بکنیم. نکته بعدی که میمونه مثل همه بردارها پیدا کردن جهت این نیرو هست، این میدان مغناطیسی است. برای این جهت من میخوام یک شکل براتون بیارم که یک قانون دست راست جدید و شبیه قانون قبلی رو به ما معرفی میکنه و خب مثل همیشه قانون دست راست رو با شکل خیلی بهتر میشه فهمید. خب این شکل هست که شما همونجوری که در این شکل میتونید ببینید، اگر یک سیم در این یک جریان در این جهت در سیم جاری باشه، اگر شما شستتون رو در جهت جریان بگیرید، جهت چرخش انگشتاتون همون دایره ای رو نشون میده که جهت چرخش میدان هست. خب یعنی مثلا در این نقطه میدان در این راستا هست، در این نقطه میدان همش در به صورت مماس بر خطوط میدان هست و به صورت دایره هم هست، چون در یک فاصله یکسان، این اگر این دو فاصله هر دو آر باشن، طبق این قانونی که کشف کردیم میدان در هر دو برابر هست دیگه، چون با 1 به آر نسبت ده. و این قانون دست راست است. حالا اگر من بیام این جریان رو این شکلی کج بکنم، در این صورت اتفاقی که میفته اینه که این صفحه که این دایره روش قرار داره هم کاملا میچرخه، یعنی صفحه یک همچین چیزی میشه، باز هم عمود بر این جهت جریان و باز هم به شکل دایره ای من میتونم با این قانون دست راست، یعنی شستم در راستای جریان، انگشت هام چرخششون جهت چرخش میدان مغناطیسی رو نشون خواهد داد به دست بیارم. خب خیلی هم خوب. آخرین نکته ای که در مورد این پدیده یعنی میدان مغناطیسی ناشی از سیم حامل جریان باید بدونیم، واحد این تراوایی مغناطیسی هست که خب چون 2π واحد نداره، پس واحد میوسفر واحد کل این میوسفر تقسیم بر 2π هست، یعنی این دوتا یکی هست. و این واحد برای اینکه واحدهای این دو طرف برابر بشن باید باشه تسلا متر تقسیم بر آمپر. خب یعنی اگر این باشه تسلا متر تقسیم بر آمپر، ضرب در آمپر تقسیم بر متر، واحد دو طرف میشه تسلا و در نتیجه ما درست عمل کردیم. پس این واحد تراوایی مغناطیسی خلع هست. خب خیلی این موضوع جالب، مهم و هیجان انگیز هست. یعنی اگر هنوز هیجانش رو متوجه نشدید که چطور ما از اینجا که میدان مغناطیسی بر سیم حامل جریان نیرو وارد میکرد، رسیدیم به اینکه سیم حامل جریان میدان مغناطیسی تولید میکنه، یعنی این دوتا کاملا با هم ارتباط دارن. حالا برای اینکه جالب تر باشه من بهتون بگم که ما با میدان الکتریکی میتونستیم جریان درست کنیم، یعنی اگر میدان مینداختیم دو سر یک مقاومت جریان تولید میشد،
و این جریان میدان مغناطیسی تولید میکنه. پس من در حقیقت با میدان الکتریکی میتونم میدان مغناطیسی تولید بکنم. یعنی این رابطه عمیق الکتریسیته و مغناطیس اینجا شروع میشه و ما حداقل 10-15-20 ویدئو با این رابطه و برعکسش به زودی، یعنی تولید میدان الکتریکی به وسیله میدان مغناطیسی کار خواهیم داشت و شما خواهید دید که این دو نیرو چقدر با هم متحدن و چقدر طبیعت در مورد نیروهای الکترومغناطیسی، الکتریکی و مغناطیسی با هم میشه الکترومغناطیسی قشنگ و زیبا کار کرد. و همون قدری که از شعر لذت میبرید از فیزیک هم لذت خواهید برد اگر به این در همامیختگی این دو نیرو دقت بکنید. من چقدر حرف زدم. در ویدئوی بعد میبینمتون. خداحافظ.